The LG G5 was modular design, the first phone built for fun. خیلی متشکر که دعوت ما رو قبول کردین. متشکر شما. سلام ما رو قبول کنین و سلام علیک کنین به بیننده هامون. سلام و عرض ادب خدمت بیننده های خوب برنامه تیوی پلاس. کلی دیگه اسمش فعلا تیوی پلاس. همه عزیزانی که تیوی پلاس رو میبینن بهتون سلام میکنم، امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید هر جای دنیا که هستین، چون دیگه سایت مکان نداره. آقا شما مترجمی انگلیسی خوندین، بله. اومدین تو فضای اجرا چرا؟ من میخواستم کارگردانی بخونم، ولی فشار خانواده این بود که شما یا باید حقوق بخونی یا بری دانشگاه افسری. هیچ ربطی هم به اون چیزی که من تو ذهنم بوده نداشت. تو این اجبار ما نسلی هستیم که اساساً به حرف خانواده خیلی گوش میکردیم و من دوستانشم حقوق بخونم، رفتم مترجمی خوندم که ترم اول انصراف بدم برم کارگردانی یواشکی بخونم. ترم اول رفیق زیاد پیدا کردیم دیگه، خوندیم. اما از ترم اول من تئاتر رو شروع کردم، یعنی سال 76 ما دانشکده ادبیات تهران مرکز دانشگاه آزاد با یه تیمی شروع کردیم به تئاتر دانشجویی که 3 سال هم توی جشنواره تئاتر دانشجویی کار کردیم از همون سال اول دانشگاه. و من در واقع دنبال علاقه‌ام بودم، اون رشته تحصیلی رو با مصیبت به لیسانس رسوندم که تموم شه فقط. بعدش هم که می‌خواستم فوق بخونم دیگه دیدم قسمت تحصیلات تو این ماجرای هنری ما خیلی مهمه، ولی تجربه خیلی مهم‌تر است. پس این شد که حالا دیگه مترجم. از 17 سالگی شروع کردین کلا کار؟ من تقریبا از 18-19 سالگی، من تقریبا 20 ساله دارم کار می‌کنم. آقا این ایران موزیک رو خیلی در موردش صحبت کردیم، الان فقط یه توضیح اجمالی بدین که چرا؟ یعنی مثلا اون موقع بالاخره من یادمه که اون موقع هم تلویزیون خودمون فقر مجری داشت، یعنی مجری هیت به ترکون کم داشتیم. آها. و شما شاید میتونستین بیاین تو همین تلویزیون خودمون کار کنین. چرا رفتین فضای ماهواره رو تجربه کردین؟ 1300 تا برنامه. آره ببین، من اصلا نمیخواستم مجریشم، من از مجریگری متنفر بودم. من وقت تلویزیون روشن میکردم مثلا مجری خوب برنامه اجرا میکردن، گفتم از چقدر کار سخت و بدیه. من دغدغم بازی بود. سال 76 که شروع کردم و من استاد همیشگیم امیر غفارمنش، یعنی اصلا با امیر شروع کردم، هولم داد و بسیار بالا کمکم کرد. من تئاتر دوست داشتم، دغدغم بازی بود، بعد اومدم سریال کار کردم، بعد اومدم تلفیلم کار کردم. سال 82-83 خب اون شبکه مجوز داشت، مجوز رسمی داشت برای فعالیت. امیر غفارمنش گفتش که دوست داری تو فضای اجرا باشی؟ گفتم نه، اصلا مش فکر نمی کنم. گفت ولی به نظرم تو استعداد تو اون فضا شاید بهتر باشه. گفتم تست میکنیم. تست کردیم، جواب بدی نداد و از اونجا شروع شد. و چون شبکه مجوز داشت، خب من به نیت این که مجوز داره و دارم کار میکنم و اصلا درگیر این بازی ها نبودم که کجا دقیقا دارم کار میکنم، چون اون زمان هم سنم خیلی کمتر بود و دقیقا فضاها رو خیلی نمیتونستم تشخیص بدم. همین که خب میدیدم خیلی از هنرمندا میان تو اون شبکه و فعالیت میکنن و هیچ مشکلی هم نداره. از اونجا شروع کردیم. وسط های کار بود که به من پیشنهاد دادن میتونی بیای تلویزیون، ولی پیشنهاد خوبی نبود به خاطر اینکه من دغدغم همیشه موسیقی بوده. یعنی گفتم بیا مثلا برنامه اجتماعی، مثلا برنامه ورزشی مثال، ولی من هیچ وقت دوست نداشتم تو اون حوزه کار کنم. الان که تقریبا 16-17 سال از اون زمان میگذره، من چون از بچگی تو فضای موسیقی بودم، پسرم و هم پدرم ساز میزدن همه و خودم هم همچنین، دوست داشتم همیشه تو موسیقی کار کنم. و اون پروسه‌ای که من برنامه ساختم برای موسیقی و خیلی از این خواننده هایی که الان روی صحنه برای سالن پر کنن و بسیارم خوبن، اولین بار بغل من نشستن اونجا مصاحبه باشون شد
دغدغه منو دوبرابر کرد. حس خوبی داشتم اینکه خواننده های جدیدی وارد موسیقی میشن و احساس میکنم یه رسالت خوبیه که به عهده دارم. در کنارش خودت هم دیده میشه دیگه، حتما. یعنی من میگم یه بخش بزرگی از اینکه تو اجرای اصلا ایران موزیک رو قبول کردی این بوده که دوستش دیده بشه 100%. اصلا شما فکر کن کسی وارد کار هنری بشه بعد مثلا میگه من از شهرت دیده شدم بعدم، دروغ محض. با کی باید حرف بزنم، واسه کی فریاد بزنم، میخوام بگم دوستت دارم، بگم که عاشقت منم. میرفتم سریال قرارداد میبستم مثلا نقش بیستم دیده نمیشد، تئاتر کار میکردم دیده نمیشد، تئاتر که خیلی مظلومه خیلی زیاد. اومدم تلفیلم کار کردم باز نقش 6 و 7 دیده نمیشد و این مترسل یه فرصتی بودم یه جا بتونم دیده شم. بعد خستگی در میره وقتی دیده میشی، احساس میکنی یه کاری کردی. آره این یکی از دلایل مهمش بود طبیعتا. و من دوباره یه جای خوندم امروز که شما گفته بودین من میدونم اشتباه کردم، الان وقتی میگی که مجوز داشته چرا اشتباه؟ نه ببین، از یه پروسه‌ای به بعد، ببین من کاری که اونجا انجام دادم همه چیش خیلی شست و رفته بود، یعنی همیشه طبق قوانین فرهنگی کشورمون جلو رفتیم، هیچ وقت خط و خطوطی تو سیستم برنامه نبوده و یک برنامه هنری صرف بوده. راجب برنامه که ساختم هیچ وقت اشتباه نکردم، ولی شاید از یه دوره باید می اومدم توی تلویزیون خودمون کار میکردم، این منطقی تر بود که من خودم این اشتباه رو بر اثر جوانی میذارم دیگه، چون به قول صحبت خودت فضای تلویزیون خیلی میطلبید که مثلا مجری جوان‌تر بیان، که منم سنم موقع خیلی کمتر بود و من این اشتباه رو کردم که میتونستم با یه سویچ کردن روی تلویزیون خودمون بیام و خیلی موفق‌تر هم باشم شاید، حالا نمیشه پیش بینی کرد. این پشیمونیه به خاطر اینکه من از یه جایی به بعد باید سویچ میکردم و نکردم. و 5 سال موندی پشت در؟ نه پشت در نموندم. ببین من علاوه بر کار برنامه سازی که انجام میدم، سالهاست که تهیه کنندگی موسیقی انجام میدم. من یه دوست خیلی صمیمی دارم توی کشور آلمان که بسیار پسر خوب و گلیه تو فضای هنری. من از یک سالی حدوداً سال 89 با این دوستم شریک شدم و برنامه های کنسرت های اروپا رو گذاشتیم برای خواننده داخل. انقدر اون پروسه سنگین و پر استرس و وقتگیر بود، من تمام وقتمو دیگه گذاشتم برای اونجا. یعنی شما میگی یعنی همون سال اراده میکردی میای تلویزیون؟ اراده نه، اگه میخواستم با یک پروسه به هر حال منطقی که باید سیر میشد و میرفتیم توی بحث بوروکراسی اداریش، یه پروسه 6 ماه 7 ماه 8 ماه به هر حال طول میکشید که من میتونستم بیام تو تلویزیون. واقعیتش اینه که خیلی خسته بودم. من یکی دو سال آخر خیلی فشار بهم اومده بود سر اتفاقات برنامه. چی بود اتفاقات؟ اتفاقات خاصی نبود دیگه، تکرار مکررات شده بود اون فضا. دلم می‌خواست یه تنوعی ایجاد بشه. من سال 86 پیشنهاد ساخت برنامه مسابقه موسیقی رو اونجا دادم به مدیر شبکه‌اش و می‌خواستم اونجا بسازم. اون موقع هیچ شبکه‌ای این فضا رو نمی‌خواست انجام بده. حتی اون طرحو با هادی دمیرچی که الان به هر حال هم مدیر برنامه منم تایید کننده شب بود که بردیم ارشاد و مجوز گرفتیم برای رسانه‌های خانگی، هنوزم رسانه خانگی به اون شدت نشده بود، آقای مدیری خیلی داشت فعالیت خوبی میکرد و دلم می‌خواست اصلا اون برنامه رو بسازم. دیگه از تاکشو خسته شده بودم. این اتفاق کنسرت اروپا که پیش اومد خیلی برام تنوع جالبی بود. پول خوبی هم داشت دیگه. خوب بود آره، ولی بیشتر از بحث مالیش اعتباریش خیلی مهم بود، چون من تو ایران خیلی کنسرت گذاشته بودم. یه سیولوش 256 شب با هادی دمیرچی برنامه گذاشته بودیم قشم کیش و همه جای ایران. برای اروپا واسه انگیز بود. اولین برنامه‌مون هم با احسان خواجه‌امیری شروع کردیم که تو 4 تا شهر کلن و هامبورگ و آمستردام و وین رفتیم و بسیار برنامه خوبی شد. 2-3 سال معطوف شدم به اون و آلبوم هایی که به هر حال تولید میکردیم و جمع میکردیم. بعد از اون احساس کردم یه ریکاوری میخوام برای اینکه بیام جلو دوربین. ما چون هر کسی وقتی جلو دوربین میره مزهشو میچشه دیگه نمیتونه ازش بکنه. اون 2-3 سال خیلی روحی بهم سخت گذشت، خیلی زیاد، ولی ریکاوری خوبی بود فکر میکنم که جواب میداد. ببین الان شما گفتین که 86 این طرح رو دادیم به ایران موزیک. آره. درسته و قبلش هیچ کسی نبوده، ولی به هر حال شب تو مارکت ایرانی ها. آره تو ایرانی. آره. منتها موقعی که پخش شد ما نمونه ایرانیشو داشتیم. بله بله. این با این قضاوت چجوری کنار اومدی و چقدر من فکر می‌کنم اصلا تلاشی نکردین که شبیه نباشین؟ نه نه ببین یعنی تفاوت ایجاد نکردین؟ چرا الان بهت میگم چرا تفاوت هست. اتفاقا من خیلی بچهای خبرنگار خیلی دلگیر بودم ازشون اوایل شب بود. مثلا یه روزنامه خیلی
معروف سینمایی قسمت پنجم شبکوک شروع کرد نقد کردن، نقد وحشتناک، که من به مدیر مسئول زنگ زدم گفتم اساسا کارتون خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه یه برنامه وقتی ساخته میشه اصلا کپیه یا کپی نیست فرقی نمیکنه، شما باید فرصت بدی یه 15 قسمت 20 قسمت پخش شه، فیدبک مردمو ببینی، خروجیشو ببینی، زوایای برنامه رو ببینی، بعد تصمیم بگیری که خب آقا اینجا اشتباهات داشتن. تو قسمت پنجم برنامه رو میزنید، یعنی قطعا شانتا شدید در یه جایی، شکی نیست. و خیلی از همکارای درون سازمانی ما، تایکنندهای قدیمی که دوست داشتن این کارو انجام بدن ولی حالا نمیدونم به هر علتی نتونستن. این که گفتی شبیه نیست، الان چند تا مثال برات میذارم. ببین talent شوها، مسابقه های استعدادیابی، آکادمی ها، نه آکادمی ماجراش فرق میکنه، talent شوهایی که در کل دنیا برگزار میشه یه استاندارد واحد داره، یعنی همشون از مثلا برندای چون مکدونالد میمونه، همه جا باید یک استاندارد رعایت شه. خب اینا داور دارن، تماشاچی دارن، شرکت کننده، نوع رایدهی و اتفاقات آنچنش. حالا تو شبکه ببین چه تفاوتایی وجود داره. خب داور، شرکت کننده و تماشاچی که قاعده اصلی این بازیه، نمیتونیم مثلا برعکس کنیم بگیم داور بخونه شرکت کننده نظر بده. تو شبکه نوع رایدهی کاملا متفاوته، یعنی با کارته، بعد این کارته خودش فرمول خاص داره. توی شبکوک شما تو هیچ تالنت شو دنیایی نمیبینید که موجیش استندآپ کمدی کنه، اصلا بار فانتزی به این شدت برقرار باشه. شبکوک شبت کوک، هر روز و هر شبت کوک، شبکوک شبت کوک، هر روز و هر شبت کوک. اتفاقی که تو شبکوک داره میفته، همه جای دنیا کارهای مشترک این خواننده ها در طی مراحلی که میان همینطور یه مشترک میخونه، ما اصلا این اتفاق ایجاد نکردیم، اصلا نیازی نمیدیدیم. اتفاقاتی از این دست برای شبکوک میافتاد، نوع رایدهی مردم خیلی تاثیر داشت ولی نه مثل خیلی از تالنت شو. ما مردم رو دو تا فینال براشون گذاشتیم، باز تالنت شوهای دنیا این کارو نمیکنن، یه فینال مردمی داشتیم یه فینال اصلی داشتیم، اصلی منظورم داورو، باز خود این یک مقوله مجزایی بود. ولی چیزی که بارزه تو شبکوک که در هیچ تالنت شوی شما نمیبینی، اون فانتزی، بار فانتزی که ما داشتیم، یعنی من چون من مجری نیستم، من شومنم، شاید خیلی هم مردم تفاوت این رو ندونن. ببین مجری ها به هر حال یک ادبیات بسیار مشخص معینی دارن و یک کنداکتوری دارن برای ادامه برنامه شون. مجری ها، شومن ها، در واقع کلمه فارسی شاید بشه مجریگری، بازیگری. شومن شما جلو دوربین بذاری شاید ساعت‌ها برنامه اجرا کنه بدون مهمان و شما خسته نشی، ولی مجری اگه مهمان بهش ندی بیشتر از یه تایمی نمیتونه کاری بکنه. و من سعی کردم تو شبکوک این استنداپ کمدی رو، فانتزی رو، با اتفاقاتی که میدونستم پوریا حیدری میتونه، مهدی یغمایی میتونه، حتی فریدون خیلی جاها میتونه، این ارتباط چالنجر برقرار شد. خود شرکت کننده وارد این فضای فانتزی میشدن و اساساً مقایسه شبکوک، من نمیگم شبکوک برنامه تاپیه، خیلی هم ایراد داشتیم، شکی نیست، اولین بار در کشور خودمون این کارو کردیم، قطعاً یه سری ممیزی ها داریم. ما در دل این چارچوب کاریمون اومدیم یه برنامه ای ساختیم، شده پربیننده‌ترین برنامه سازمان. چرا؟ ولی دومین برنامه بعد خندبانه شده دیگه، نه؟ آره ما میگیم آره. آره سر اینم حرف میزنیم، ولی به هر حال مقایسه شدین دیگه. اینکه بگیم مقایسه آره، کار اشتباهیه، من نظرم اشتباهه. ببین نه، بالاخره همزمان 100% مقایسه کار اشتباهی نیست، مقایسه ای که بر پایه دلیل و مدرک درستی نباشه. ببین ما دو مدل بیننده داریم، بیننده عامی که اتفاقا ما برای اونو کار میکنیم، که مثلا میگه آره فلانی اونجا تو اون برنامه اینطوری بود، اینا هم اینطوری بودن. من بیشتر تعجبم از رسانه‌های نوشتاری، سایت‌ها و اهالی قلم بود. چی گفتم بهش؟ طبیعیه که باید اینا آدمای باهوشتری باشن. یه دوستی گفتش که توی خبرگزاری خیلی معتبر، گاره اونوری ها اونطوری، شما اینطوری، خب این هم گفتم یه دقیقه وایسا، اولین تفاوت شبکوک با اونا میدین چیه؟ گفت چیه؟ گفتم اونور داستان آفتاب لگن هفت از شامونهار هیچی، پنج شیش دوره تو مدیاهای فارسی زبون مسابقه برگزار کردن، شما کدوم خروجی شدیدی که موفق شده باشه آلبوم زده باشه کنسرت برگ نیست میشن؟ خب من سوالم از شما اینه که مثلا شبکوک دوره قبلی نفر اولش الان چه اتفاقی افتاد؟ ما یه دوره بیشتر برگزار نکردیم. نه شما سه تا برنامه برگزار کردین تو یه دوره. نه آقا شب سه تا داشته، یه دونه بود که رفتین خب با سه تا داور،
نه اون مقدماتی بود. آه. همون بچه‌ها اومدن دوباره اومد چرا دیگه خوب. اون شد مقدماتی. ما یک فصل کامل داشتیم که به 4 تا برنده رسید. خب حالا نکته جالبشه این 4 تا برنده ما الان آلبوماشون داره ساخته میشه. یعنی شما پیگیر اتفاقای خوب برای اینه. مثلا قرارداد بستیم باش. قرارداد بلند مدت. چه قراردادی؟ یعنی شما شو قرارداد تایید کننده آلبومشون تولید میشه، کنسرتاشون برگزار میشه، تک ترکاشون حمایت میشه، ویدیو کلیپاشون ساخته میشه. یعنی ما قرارمون این بود انتهای شبکوک ما چند تا خواننده ممکن از این 4 تا 2 تاشون بتونن موفق بشن، چون به هر حال هندونه در بسته است. حداقل 2 تاشون تو مارکت محکم بیستن. یعنی شما میخواین اینا رو به کنسرت برسونید؟ 100% میشه. ما همین الان رسوندیم. ما نیمه شعبان یک اجرای بسیار بی‌نظیر تو شهر رشت رفتیم که 13,000 نفر بیننده فیلماش هست. تماشاچی اومد برای دیدن این بچه‌ها. من شنیدم اینو، شهرهای دیگه هم فکر کنم جنگ و اینا رفتن. الان 35 تا شهر درخواست کنسرت برای این بچه‌ها دارن. خب که ما داریم تقریبا آماده‌شون می‌کنیم. چرا الان نمی‌ریم؟ چون اینا می‌خوایم حداقل هر کدوم 4 تا ترک خوب داشته باشن که تو سایت‌ها شنیده شده باشه، بعد بریم برای کنسرت. ببین یه نکته، مثلا الان بچه‌ای که تو استیج هم اومدن رفتن تو آنتالیا کنسرت گذاشت، نمایشه دیگه. شوه. یعنی چی شوه؟ شو آفه. ببین واقعیت قضیه اینه، شما وقتی در یک مسابقه تالنت شو خروجی داری به عنوان فینالیست، حالا نفر اول دوم سوم، باید برای اینا یک بستری از بستر موسیقایی آماده کنی که اینا یک عقبه‌ای پیدا کنن که وقتی روی صحنه میرن بگن این کار خودمونه. وقتی شما برمی‌داری نفراتتو میبری توی شهری بعد کار مثلا ایکس و ایگرگو میخونه، این که کنسرت نیست، این حتی جنگ هم نیست، این فقط شوه برای اینکه بگن خب ما اینا رو یک کوچولو حمایت کردیم. ولی دورای قبلشون هم هست دیگه. من اصلا مخالفت و مشکل و جنگ و مبارزی با این دوستان ندارم و بحث شکوکو دارم میکنم. ما قرارمون اینه که آقا این بچه‌ای که میان بیرون اینا یه چیزی بشه، یه اتفاقی بیفته. اگه قرار یه شو تلویزیونی باشه، به صرفا من میذارم زمین بوس میکنم میرم. اون برای چی این کارو بکنی؟ یه شو تلویزیونی فقط. خب اگه بخوایم این کارو بکنیم، من طرح برنامه‌ای دیگری دارم که توی موسیقی مردم رو شگفت زده کنه. اگر مبنا مسابقه است، پس ما تو خروجیش باید آدم‌های درستی رو پیدا کنیم، حمایت کنیم. الان مثلا نفر اول ما علی پور صاحب به شدت خواهان داره. الان دو تا سینمایی خونده، یه سریال خونده. این ملاک نیست. یعنی ملاک نیست. منظور نظرم اینه وقتی تایید کننده یک فیلم سینمایی زنگ میزنه، درخواست میکنه که این خواننده بیاد براش تیتراژ بخونه، این نشان دهنده این که اون صدا حداقل صداش باعث شده یه جذابیت ایجاد. دو تا دلیل میتونه داشته باشه تایید کننده زنگ، یعنی که ببین، یعنی یه دلیل میتونه داشته باشه دیده صدای این بنده خدا خوبه و میتونه بدون پول یه صدای خوب رو بیاره توی تیتراژ. دستمزد بهش دادن؟ بیخیال. واقعا پول بهش دادن؟ قراردادش میتونیم نشون بدیم، من برات فاکس میکنم. از آسمانم ماتم ببارد، حراس بی تو ماندنم ادامه دارد، ببین نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واژه بی تو، به لب رسید جان کجایی کجایی، که برد طاقتم جدایی. رقمشو بعدن بهت بگم، خودت میمونی میگی واقعا انقدر رقم بهش دادن؟ باید مدلینه که شما کنارشونین دیگه، یعنی حتماً مدیریت حتماً همینطوره. یعنی اجازه نمیدیم که مخصوصا هادی درمیشی، چون من بیشتر زمانم مغزم درگیر نوشتن تر برنامه کی تولید بریم پیش تولید، که هادی درمیشی داریم بچه ها یه جور تنظیم میکنه که تلفنی بهشون میشه هول نشن، خرابکاری نکنن. ببین پله اوله دیگه، ما هنوز خواننده معروف تو این مملکت داریم که نمیدونه چجوری باید قرارداد ببنده. هنوز مدیر برنامه گرفته که مدیر برنامهش مثلا یه کار دیگه میکرده، مثلا چلکاوی داشته، بعد الان مدیر برنامه است. ما هنوز خواننده معروف داریم که این بچه ها رو من بهشون گفتم که برید الان کلاس سولفژ، گفتم مثلا خام اینستاگرام و این 100,000 تا و 200,000 تا نشید، همین الان برید. هنوز خواننده داریم که سالن پر میکنه و وقتی شما صدای خروجی میکسر رو از تو کنسرت گوش میدی یه دو هفته افسردگی میگیری. چی میشه که سالن پر میکنه؟ یعنی واقعا سواله ها. این یه سیاسته، یه سیاستی که پشت ماجرا خوابیده. ببین تایید کننده های موسیقی ما اکثرشون، نه همشون، همشون هم رفیقای منن، اکثرشون سواد موسیقایی و حتی سواد
عادی رو نره، یعنی یه سرشون به بدبختی دیپلم گرفتن، یه سرشون اصلا به دیپلم هم نرسید. اینا چی دارن؟ دو تا اتفاق، یک پول، دو رابطه. وقتی تایید کننده با این نگرش میاد تو، همین الان تایید کننده ای هستش که سالها کار میکنه، خواننده خوبی هم تو دستش هستن، 5 تا ترک رو جلوش بذاره ببین کدوم بهتره، بدترینش انتخاب میکنه چون سواد موسیقایی نداره. اون میاد چیکار میکنه؟ با درآمدی که داره بستر تبلیغاتی بسیار هولناکی برای خواننده ایجاد میکنه، سر و صدا میکنه، و این سر و صدا کردن باعث میشه که اون خواننده با یک حبابی بیاد بالا. خیلی خواننده داشتیم که اومده یک کنسرت دو کنسرت رفته، یک آلبوم دو آلبوم رفته. خیلی هاشون هم داریم که الان ابتدا به ساکن یک آتشی بلند شد از سر صدای کنسرت هاش و الان مثلا دنبال یه ارگانی رفتنه. ما اشکال جامعه موسیقیمون دو تا چیزه، حسادت و غرور. سال هاست دارن بچه های موسیقی تلاش میکنن که سندیکا و یه اتحادیه ای را بندازن، نمیتونن، 50 سال دیگه هم نمیتونن، چون نه حسادت اجازه بهشون میده. شما سابقه نداشته تو موسیقی 15 سال 20 سال اخیر ما یه نفر یه آلبوم خوب بده، یه همکارشه خواننده زنگ بزنه بگه آقا دمت گرم، چه آلبوم، اصلا امکان نداره. جلوش میرسن میگن خیلی خوبه، طرف میره آب بخوره تو اشو، میگن آقا مزخرف این آلبوم، شاهکارن، یعنی اصلا متعجب میشه. و غرور. ما یه تعداد موزیسین داریم مال اواخر دهه 70 شروع کننده موسیقی پاپ بودن، خیلی هم بلدن، خیلی بلد کارن، سواد دارن، تجربه دارن، غرورشون اجازه نمیده. الان موزیسینای جوان جاشونو گرفتن، بعد الان فقط غر میزنن. یکی از این موزیسینای قدیمی رفیق منم هست، مثلا راجب شبکوک هم حرف زده بود که من اینجا پیغام براش فرستادم، گفتم تو صلاحیت نداری راجب برنامه تلویزیونی. چی گفته بود؟ مثلا صحبت کرد و گفته بود که آره بعد اینطوری باشه اونطوری باشه، این ضعفشون، نقاط قوتشون. براش پیغام فرستادم گفتم تو حوزه موسیقی آدم کاربلدی هستی، ولی 10 سال دیگه هیچی نداری. 10 سال موزیسین جوان جاتو گرفتن، بعد شما تولید برنامه نکردید بدونید چه مصیبتایی داره، بدونید چه سختیایی داره. شما تا حالا با دوربین موبایل 2 دقیقه فیلم نگرفتی بدونید که یه برنامه 1 ساعته رو برای رسانه ملی بسازی چه اتفاقی برات میفته. اگه میخوای کار بکنی، اول خودت تو موقعیت خودت یه کاری کن، به 10 سال گذشته برگردی، بعد بیا راجع به مسائل صحبت. غرور و حسادت متاسفانه موسیقی ما رو خیلی خیلی اذیت. خب از این 4 تا حداقل ما 2 تا خواننده هیت چند سال آینده داریم؟ مشخص نمیکنه. ببین ما هر آنچه که از تجربه خودمونه، من هادی دمیچی و مجید دمیچی، داریم تلاش میکنیم برای این بچه ها بذاریم. کنارمون پوریا هیدری هست، مهدی یغمایی هست، فریدون هست، از بچه ها هم کمک میگیریم که اینا رو بسازنشون. چرا مشخص نمیکنه؟ تمام امکانات رو به یک خواننده میدی، تمام هشدارها رو بهش میدی، این که خودش چقدر بلد باشه استفاده کنه. من اعتقادم اینه اگر خواننده خیلی موفق میشه، هوش بالایی داره، بلده چی کار کنه، بلده چی بخونه، کجا بره بخونه، با کی عکس بگیره، کدوم مجله مصاحبه کنه. این که خود این بچه ها چقدر از این بستر استفاده کنن واقعا معلوم است. و سری بعدی شبکوک هم که هوا شد، یعنی شما طرح دادین گفتم فعلا لازم نداره. نه، یه نکته وجود داره. شنیدم بخواییم؟ آره، الان بهت میگم. هوا شد آخه خیلی داستان جالبیه. نه، ببین شبکوک، مدیران رسانه ملی برخلاف نظر خیلی از دوستان که فکر میکنن دیفالتشون اینه که فقط یه خطی رو جلو برن ولا غیر، خیلی از مدیران ما باشون صحبت کردیم، بسیار آدمای باهوشی هستن. ببین وقتی یه برنامه میاد، برنامه پربیننده ای میشه تو سازمان، به هر حال باید یه جایی استفاده دوباره از این موقعیت بشه. ما تو جنگ نرم رسانه ای هستیم دیگه، یعنی ماهواره ها میان سریال های فوق العاده افتضاح به خورد جامعه ما میدن و ما داریم سعی میکنیم یه سری برنامه بهشون بدیم که اتفاقات خوب بیفته. ما الان تولید و پروداکشن سریالامون یه ذره ضعیف شده تو سال گذشته و همچنین برنامه سازی. الان تنها شبکه‌ای که داره، فکر میکنم تنها شبکه‌ای که جذب بیننده کرده، نسیمه. خب مهران مدیری وزن است، طبیعتاً خودش یه سری بیننده جذب میکنه، برنامه خوبی داره. رامبد جوان 3 ساله داره با خندوانه تلاش خودش رو میکنه که بیننده رو جذب کنه، که کرده. شبکوک هم این اتفاق براش ایجاد شد. اولا که ما اپلیکیشن موبایلمون رو وقتی اسفند ماه به مردم اعلام کردیم، تا الان یه چیزی حدود 50-60 هزار تا ویدیو اومده. خب ما تعهد داریم ویدیو رو دونه به دونه ببینیم، حتی اگر خیلی بد باشه.
شما حساب کن این 54000 تا ویدیو رو چقدر باید وقت بذاری ببینی؟ من پوریا حیدری، مهدی اقبایی، فریدون آسرایی. چقدر وقت میخواد؟ خب این باید یه پروداکشنی باشه. زمانی که ما فکر میکردیم این برنامه رو میتونیم سالی دو بار بسازیم و اشتباه بود. این برنامه در دنیا سالی یه بار ساخته میشه و ما یه پیش تولید تقریبا 5 6 ماهه میخوایم که این اتفاق بیفته. در هر صورت یه واقعیت رو میخوام بگم. حتی اگر شبکوک دوباره ساخته نشود که به امید حق ان شاءالله ساخته میشه، این اتفاق متفاوت و متمایزی بود. همون یک بارش اینش میذارم کنه، ولی من میگم که من شنیدم که دیگه قرار نیست ساخته بشه. نه، یعنی شما طرح دادین گفتم برین بسازین؟ نه گفتم فعلا نسازین. گفتن برای ساخت برنامه شبکوک در زمستون برنامه ریزی کنید. ما قرار بود تابستون بریم رو آنتن. یعنی آخرین خبری که آره، بعد اصلا ما محرم سفر رو، ماه محرم سفر رو توی مهر و آبان داریم، اصلا عملا قابل انجام نیست. محرم فاطمیه تقریبا. آره ولی اون کوتاه‌تره، یعنی اون گپی که میفته بین تایم برنامه مثلا 10 روزه 8 روزه. یعنی مثلا شما خیالت راحته که زمستون میرین روند؟ من برنامه سازم، شب کوک نه روز کوک، روز کوک نه نصف روز کوک، فرق نمیکنه. آقای بابایی داره میکنه صحبت من داره تایید میکنه، یعنی یه جورای خودم ناامیدی از شب. نه هیچ وقت، من همیشه شب کوک رو احساس خوبی بهش دارم و فکر میکنم میسازیم. ما هممون احساس خوبی بهش داریم ولی نه میسازیمش ان شاءالله. چرا نه؟ ولی نگفتن که فعلا برنامه موسیقی یکم فیتلش بده. برنامه موسیقی داره ساخته میشه الان، مگه نداریم برنامه مثلا ساعت 25 نیست؟ سه شو نیست الان؟ نه سه شو نیست، تموم شد دیگه، فینالش رسید، تموم شد. خب یعنی این رویکرد وجود نداره دیگه برای ساختش؟ نه میدونم، رویکرد این که فعلا فیتل رو بکشیم پایین نیست. نه نه میتونیم بسید. نه میتونیم. شبکوک برنامه متفاوت برای موسیقی ایران زمین با حضور خواننده های جوان تازه نفس با مضامین ارزشمند، با ما همراه باشید. خیلی هم فوش خوردین حالا. آره بیش از حد. آره همه، یعنی پوریا حیدری آدم خیلی فوش خورد و بعد کلی چی شد که انقدر فوش دادن؟ دو پروسه فوش دادن داشتیم، تو مقدماتی و پیشرفت. مقدماتی که خب کلا اصلا ماجرا یه جوری بود که ما قرار بود پوریا بدمنمون باشه. گفتیم پوریا با این سبک و سیاق بره که نه غیر منصفانه، کاملا علمی و قطعی بزنه. آره فریدون همیشه مهربونه، فریدون کمترین فوش خورده، اصلا نخورده. مهدی هم خب به هر حال چون هم مدرس آوازه، اونم میخورد ناسزا رو. تو مرحله اصلیمون که رسیدیم به شب عید، ما دو سری آدم داشتیم که ناسزا میگفتن. ببین فضای مجازی ما که اینکه متاسفانه من خیلی فراری ام فضای مجازی، این فرهنگ غلط برای این همه تمدن و 2500 سال و بیشتر و بیشتر ما داریم و همش هم افتخار میکنیم، شعارشو میدیم، ولی فوش فقط مال ما نیست. ما فوتبالیست مورد علاقمون گل نمیزنه، خب پای دیگه نمیگیره به توپ، یه موقع هزار تا فوش توی پیجشه. این که اصلا یه اپیدمی شده متاسفانه. تو مرحله اصلی ما دو مدل آدم فوش میدادن، یا جزو دوستان و نزدیکان کسی بودن که حذف شده بود، طبیعیه دوست نداشتن. یه سری آدم بودن که دوست نداشتن اصلا شبکوک برقرار بشه، خیلیشون من حدس میزنم که یعنی مهندسی شده بود. مهندسی شده بود و مثلا پیج میومد بالا دو تا دونه فالوور، یه دونه پستم نداشت، مثلا 100 تا فالو کرده بود خودش، بعد مثلا بلاگ میگه فردا میومد، بعد مثلا اسما مشخص بود. از یه جایی هم یه سری داد که فوش میدادن همگام برنامه شد، اما ناراحت بودن، آها این شبیه اونه، آها وای فلان فلان فلان. بعد رسیدن به عید دیدن ای نه اصلا برنامه متفاوت داره میشه، برنامه فانتزی داره برای متف. بعد همراه شدن، خیلی دایرکت برای من اومد که آقا ما رو حلال کنید، ما مثلا سه ماه پیش به شما فوش دادیم. گفتم آقا حلال نوش جونتون، مثلا هر چی دادین اشکال نداره. این الان گفتی که من پوریا حیدری، فریدون و آقای یغمایی بعد این 56 57 8000 تا رو ببینیم، یعنی که این ترکیب اگه قرار باشه که شبکوک ساخته بشه حفظ میشه؟ یعنی دوست داریم حفظ بشه. آخه ببین باز اینم استاندارده تو دنیا، شما میبینید مثلا برنامه‌ای ساخته میشه اون ترکیب داورا رو 3 دوره 4 دوره به خاطر اینکه مردم جا افتاده براشون دیگه. حالا ما فرهاد برنجان هم داریم چون بسیار آدم عالمیه در این حوزه و از کارشناس خوب دفتر موسیقیه، ولی معمولا نگه میدارن چون مردم ارتباط گرفتن، شناختنشون، گره هاشون رو گرفتن و خوبن. شاید ما یه داور اضافه کنیم، شاید 5 داوره بده. آره شاید، چون معمولا فرد بهتره دیگه، چون نظر ما خیلی وقت تو برنامه میشد 2-2 میشدن و هی چالش میکردن که کی انتخاب کنه، در نهایت 3-1 میشدن. ولی شاید یه خواننده خیلی خوبی که حالا
صحبت اولش هم کردیم، اگر اون نظام کنسرت هاش به اون پروسه ضبطی ما بخوره بهمون اضافه بشه. حالا چون کوچیکش رو چون خودش نه چون خودش دوست نداره الان راجع به صحبت بشه، هر موقع قطعی شد که قطعاً بهتون میگم. دارم